جلسه دهم شرح مثنوی شریف رو در خدمتتون هستیم. در 9 جلسه قبلی شرح مقدمه مثنوی دفتر اول رو به پایان رسوندیم. اون 18 بیتی که مولانا به عنوان دیباچه سروده بود و در ادامه چند بیتی که در مجموع حدود 35 بیت رو تشکیل میداد رو به قدر وسع برای شما عزیزان خوندیم و شرح و تفسیر کردیم. و بعد از این قسمت میرسیم به داستان‌های مثنوی که داستان اول همون داستان کنیزک و پادشاه هست. من یه توضیحاتی رو در مورد داستان‌های مثنوی خدمتتون عرض بکنم. در گذشته هم خدمتتون عرض کرده بودم که این داستان‌ها به صورت تداعی‌گونه برای مولانا اتفاق می‌افته. یعنی مولانا اونجوری که از شواهد پیداست یک طرح کلی از داستان رو در نظر می‌گیره و در اون مجلسی که دارن بنا به اون تداعی‌ها و دریافت‌های معنوی که براش رخ میده این داستان‌ها رو پیش می‌بره و بعضن ما می‌بینیم که در بین داستان به خاطر اون حالات روحی که براش به وجود میاد به داستان دیگه پرداخت میکنه، سراغ داستان دیگه میره و داستان در داستان اتفاق میفته. بعضا در طول مثنوی خواهیم دید که چگونه 2 یا 3 یا 4 یا بیشتر داستانها در داخل یک داستان اتفاق میفته و مولانا یکی رو رها میکنه، به دیگری پرداخت میکنه، در اون غور میکنه و دوباره برگشت میکنه و داستان قبلی رو ادامه میده. و اینها همه به خاطر اون حالات روحی که مولانا داره. یعنی وقتی یک دریافتی رو روح مولانا انجام میده و یک حالی رو پیدا میکنه بلافاصله به اون حال پرداخت میکنه و از روی اون گذر نمیکنه به خاطر طرح کلی که در نظر داشته، بلکه اون دریافت حال رو، اون شرایط حالی رو که براش اتفاق افتاده رو بست میده و در قالب کلام و داستانی جدید برای ما شرح و توضیح میده و دوباره به داستانهای قبلی برمیگرده. خب این داستانها بیشتر داستانهایی هستش که مولانا اینها رو در منابع مختلف قبلا مطالعه کرده، خونده و در ذهنش اینها رو از قبل تقریبا حالت کلیش رو در ذهن داره. یعنی مولانا یک داستانی رو که انتخاب میکنه شمای کلی تقریبا ثابت میمونه، بعضا حتی شمای کلی هم میاد تغییراتی میده و بنا به اون چیزی که در نظر داره و پیغامی که میخواد به ما بده بنا به اون تغییر میده و ارائه میکنه. بعضی وقتهای داستانها داستانهایی هستش که در کتب مذهبی وجود داره، بعضی وقتها داستانهایی هستش که در کتاب معمولی مثل کلیله و دمنه و کتاب دیگه‌ای که حاوی مطالب آموزنده هست از اونها انتخاب میکنه و بعضا هم داستانها رو ترکیب میکنه. یعنی یک داستان رو از یک جایی با یک داستان دیگه‌ای که در ذهن داره با اونها ترکیب میکنه و داستان جدیدی رو ایجاد میکنه. بعضی وقتا ما داریم که مولانا هیچ منبعی برای داستان نداره، یعنی هر چقدر مثلا محققان میرن در روی تحقیق میکنن میبینن که این منبع خاصی براش پیدا نمیکنن و برای اولین بار هستش که ذکر شده و احتمالا مولانا خودش داستان سرایی میکنه و داستان رو خودش خلق میکنه. در مجموع تمامی این داستانها فقط به خاطر این هستش که در ضمن داستان مولانا بتونه اون نکات نغز عرفانی رو به مخاطب و به شنونده ارائه بده. داستانی که امروز شروع میکنیم و اولین داستان مثنوی هست و یکی از داستانهای بسیار معروف و جذاب مثنوی هست داستان کنیزک و پادشاه هست. داستان از اینجا شروع میشه که پادشاهی که ملک دنیا رو داشته و هم ملک دین رو، یعنی در حقیقت ما در طی داستان میبینیم که پادشاه خودش اهل دل بوده و اهل معنا بوده. این پادشاه در سفری کنیزکی رو میبینه، از این کنیزک خوشش میاد و اون رو خریداری میکنه و از این کنیزک بهره‌مند میشه. اما
این آن کنیزک از قضا بیمار شد. این کنیزک بیمار میشه و بسیار حالت رنجوری پیدا میکنه و پادشاه بسیار از این قضیه ناراحت میشه و تمام طبیبان رو جمع میکنه که هر کاری میتونید بکنید، فقط جان این کنیزک رو نجات بدید که جان من هم به این جان کنیزک وابسته است. این به قولی اون طبیبان جمع میشن و بیت معروفی هستش استفاده میکردن اخیراً بعضی از افراد که هر یک از ما خود مسیح عالمی، در کف ما هر علم را مرهمی است، و میان که ما مثل حضرت مسیح هستیم و هر دردی رو میتونیم درمان بکنیم. اینها میان شروع میکنن به اون به قولی روالهای خاص طبیبانه خودشون، ولی از گر خدا خواهد نگفتند از بتر. مولانا میگه که نگفتن که خدا اگر بخواد میتونیم که شفا بدیم، بلکه حالت مغرورانه به خودشون گرفتن و خدا هم از خدا بنمودشان عجز بشر، خدا هم یک کاری کرد که عجزشون نمودار بشه و هر کاری که میکردن، هر دارویی که تجویز میکردن و ارائه میکردن تأثیر عکس داشت و تأثیر معکوس میذاشت و حال این کنیزک رفته رفته بدتر و بدتر میشد، تا جایی میرسه که بالاخره پادشاه از این طبیبان و حکیمان ناامید میشه و به سوی مسجد میره و با خدای خودش خلوت میکنه و بعد از گریه‌وزاری درخواست شفای این کنیزک رو میکنه و خب به خاطر اون سوز دلی که در اون وجود داشت این درخواست و دعا قبول میشه و هاتفی در عالم غیب میگه که یک نفر طبیب الهی فردا به بارگاه تو خواهد اومد، اون رو دریاب و اون خواهد تونست که درد این کنیزک رو درمان بکنه. فردا صبح پادشاه منتظر میشه و از دور میبینه که یک فردی داره به بارگاه این پادشاه میاد و میفهمه که همون کسی هستش که وعده حضورش در اون رویا داده شده. به پیشگاه اون میره و با ادب بسیار اون رو پذیرش میکنه و از قضا یک دل نه صد دل خودش عاشق این مرد الهی میشه. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. که در اینجا هم نکات نقضی رو مولانا به ما عرضه میکنه، ارائه میکنه. به هر حال این طبیب الهی میاد و به سر وقت کنیزک میره و کنیزک رو به قولی میبینه و اون احوالش رو جویا میشه و میفهمه که این بیماری دل مبتلا هست و کنیزک عاشق شده و این درد جسمی و ظاهری به خاطر دردی هستش که در دل او نهفته است. بعد از اون ترفندهایی که به قولی میدانست و میتونست به عمل بیاره، کشف میکنه که این کنیزک عاشق چه کسی هست و میفهمه که حالا اون قسمت های خاص داستان رو خواهیم خوند که نبضش رو میگیره، اسم شهرها رو میگه، اسم شغلها رو میگه، تا از این طریق یواش یواش از زیر زبان این کنیزک میکشه بیرون که عاشقی چه کسی شده و میفهمه که یک زرگری در شهر سمرقند هستش که دل این کنیزک رو برده. به پادشاه میگه که چاره ای نیست مگر اینکه این زرگر رو از اونجا به اینجا بیاریم و کنیزک رو به او بسپاریم تا این عشق و این آتش عشق خاموش بشه. پادشاه همین کار رو میکنه و با صد حیله اون زرگر رو از اونجا میکشه و میاره به بارگاه خودش و کنیزک رو به او میسپاره و کنیزک احوالش بهتر میشه. اما از طرفی این طبیب الهی ساکت ننشسته و یک دارویی رو آماده میکنه که حال این زرگر رو رفته رفته دگرگون بکنه و اون رو از زیبایی به سمت زشتی میبره و این دارو رو یواش یواش هر روز در غذای این میریزن و این زرگر رفته رفته شکل و ظاهرش بدتر و بدتر میشه و رو به هلاکت میره و عشق این زرگر در دل کنیزک از بین میره به خاطر اون زشتی ظاهری که به وجود میاد. اونجاست که میگه
عشق هایی کس پس رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، و این عشقی که به خاطر رنگ و رو و ظاهر بود تبدیل به یک ننگی میشه. به هر حال این زرگر میمیره و کنیزک دوباره قسمت و نصیب این پادشاه میشه. خب در این داستان نکات خیلی خاص و زیادی هستش، اما یک چیزی که خیلی نمودار هست و به چشم میاد اینه که چطور یک مرد الهی تصمیم میگیره که یک زرگر را از بین ببره، یک زرگری که در ظاهر بیگناه هست و هیچ گناهی نداره، چطور میشه که یک فردی که خودش رو فرد الهی معرفی میکنه میاد و همچین کار غیر اخلاقی رو انجام میده. روی اینها بحث های زیادی کردند، ولی در مجموع میشه گفت که مولانا در همین ابتدای داستان میخواد به ما بگه که من هیچ تقیدی در اعلام و ابراز نظریات و افکار خودم ندارم. نه اینکه بیاد به ما چیزهای غیر اخلاقی رو توصیه بکنه، ولی از جایی مثلا به ما داستان خضر رو یادآوری میکنه که وقتی با موسی هم سفر شد چطور اون فرد بیچاره رو مثلا کشت با یا مثلا اون کشتی رو سوراخ کرد و موسی هم هر سری به اون در تمامی این اوقات به این گوشزد میکرد که چرا این کار رو کردی، و اون میگفت که تو نباید سوالی از من بپرسی، و در نهایت به اون توضیح میده که این کارها هر کدوم حکمتی داشت و این کارها رو از پیش خودش انجام نمیداد، بلکه این کارها خاص خداوند بود و خضر فقط انجام دهنده این فرمان خداوند بود. به اینها استناد میکنه و در مجموع میخواد اون فضیلتی که در عشق هست رو به ما نشون بده و بگه که در راه عشق و عاشقی هیچ چیز، حتی تقیدات اخلاقی هم شاید به اون نفع نتونه که به قولی بیاد تأثیر گذار باشه، و یک انسان عاشق و سالک واقعی، هرچند که خب عموما این انسان‌ها انسان‌های اخلاقمند و کاملا اهل شریعت و امور مقبول هستند، ولی در درون خودشون تنها چیزی که بهش پایبند هستند فقط عشق هست و چیزی غیر از عشق فرمانبر اینها نیست. تکلیف خودش رو در ابتدا در قالب این داستان با ما میخواد به نوعی روشن بکنه. حالا قضیه یه مقدار شاید پیچیده باشه و این توضیحاتی که بنده خدمتتون عرض میکنم اون به قولی کنه مطلب رو نتونه برسونه، ولی انشالله در آینده و در سیر این داستان، هرچند خب این داستان هم یک داستان هست، ولی از آنجایی که این اتفاق توسط این ولی الهی میفته جای سوال به وجود میاد و مولانا هم جوابهایی رو برای ما عرضه میکنه. این داستان هم از داستانهایی هستش که به صورت کامل و به این شکل در منابع گذشته جایی ذکر نشده، بلکه میشه گفت دو قسمت از این رو هر کدوم رو از جایی مولانا کسب کرده. مثلا اینکه احوال یک عاشق رو چطور میتونستن درک بکنن و اون سر عشق رو از زیر زبونش بکشن بیرون، این از ترفندهایی هستش که ابن سینا در یکی از کتابهاش ذکر میکنه و دقیقا به همین روش یک نفری رو که به مرض عشق، که اونا فکر میکردن عشق یک نوعی مرض هست، یعنی وقتی در گذشته کسی عاشق میشد واقعا دیگه احوالات خودش رو از دست میداد و به دردی گرفتار میشد که حالت عادی نبود، مثل اکنون نبود که انسان‌ها دیگه اون عشق‌های سوزناک رو دیگه تجربه نمی‌کنن، چون در اون زمان‌ها بالاخره فراق‌ها خیلی عمیق‌تر بود و مجال ابراز عشق هم وجود نداشت. این عشق به یک درد درونی در درون فرد تبدیل می‌شد و ذره ذره وجود این فرد رو می‌سوزاند و از بین می‌برد، و این بود که اون رو به عنوان یک مریضی و یک مرض قلمداد میکردن. و ابن سینا در یکی از کتابهای خودش اشاره میکنه که چطور یک فردی رو که به این درد و به این مشکل دوچار شده رو به همین ترفند و به همین شیوه مداوا کرده، اما در انتها اون رو نمیکشه در حقیقت، یعنی فقط اون شیوه کشف و رفع مسئله رو توضیح میده. اما یک داستان دیگه وجود داره در کتاب اسکندرنامه نظامی که در اون داستان تقریبا چیزی شبیه این اتفاق میفته و فردی که عاشق یک نفر دیگه ای شده، این رو برای اینکه از اون عشقش سرد بکنن، دارویی رو به معشوق اون میخورانند که باعث میشه اون چهره و حالش
دگرگون بشه و عشقش در دل این فرد سردتر بشه. در مجموع میشه گفت که این دوتا داستان رو مولانا به هم تلفیق کرده و داستان تازه‌ای رو برای ما ارائه میکنه. خب داستان رو شروع بکنیم و بخونیم و بقیه مطالب رو در ذیل این ابیات خدمتتون عرض خواهم کرد. داستان حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. مولانا در همین بیت اول میگه که این داستان در حقیقت نقد حال خود مولانا هست و اتفاقاتی هست که به نحوی برای خود مولانا شاید اتفاق افتاده. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. یک شاهی در زمانهای گذشته وجود داشت که هم ملک دنیا رو دارا بود، یعنی ملک پادشاهی در اختیارش بود، و هم ملک دین و به لحاظ معنوی هم انسان صاحب به قولی اون مدارج معنوی بود. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خیش از بهر شکار. یک روز شاه سوار بر استر خود با خواص و اون کسانی که نزدیکانش بودن بهر شکار بیرون از به قولی قصر و بارگاه خودش شد. یک کنیزک دید شاه بهش بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک جان شاه. یک کنیزکی رو دید و جانش غلام این جلوه و زیبایی کنیزک شد. مرغ جانش در دفتر ششم یک داستانی هست در مورد یکی از داستانهایی هستش که اتفاقا مولانا این داستان رو بدون منبع ارائه میکنه، یعنی در هیچ جایی همچین داستانی ذکر نشده و مربوط به جعفر عموی پیامبر هستش و همت اون فرد در فتح یکی از قلعه های کفار که به تنهایی به سمت اون قلعه میره و اونجا اون وزیر میگه که این خودش به تنهایی یک جمعیتی هست و در وجودش یک جمعیتی نهفته هست و ما باید این قلعه رو تسلیمش بکنیم. در اونجا در ادامه میگه که این کارها اتفاق میفته. چطور؟ این که بعضی وقتها یک شاهی که یک ملک و یک پادشاهی بزرگ در زیر فرمان اون هست و در زیر قلمرو این پادشاه هست، به ناگاه عاشق یک دختری میشه و اون فردی که با اون استواری و با اون هیبت و عظمت قرار داشت خودش غلام جلوه یک زیبارویی میشه. اینجا هم تقریبا همین اتفاق رو داره رقم میزنه. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چرا عاشقش شده بود که دیگه هیچ مجالی نبود به غیر از اینکه اون رو خریداری بکنه. چون خرید او را و برخوردار شد، از آن کنیزک از قضا بیمار شد. بعد از اینکه این کنیزک رو خرید و از اون برخوردار شد، این کنیزک دچار بیماری شد. آن یکی خر داشت و پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. یک نفر پالان داشت خر نداشت، یک نفر خر داشت پالانی نداشت. وقتی پالان پیدا کرد خر رو گرگ خورد. خب این کار این دنیاست در حقیقت و معمولا انسان اگر در زندگی خودش با دقت و اون به قولی دقت نظر خاص نگاه بکنه میبینه که هر وقت یک چیزی رو در این دنیا به دست آورده به تناسب اون چیزی رو در قبال اون از دست داده و این دنیا ناخودآگاه مثل اینکه یک تعادلی رو در تمامی این شؤون داره رعایت میکنه، یک تعادلی رو داره ایجاد میکنه. یک نفر از بزرگان بود که ایشون میفرمود که وقتی در یک شرایطی قرار دارید که یک نعمتی برای شما
به وجود اومده، از یک نعمتی متنعم شدید، از یک حالی دارین لذت میبرین، اصلا در حال لذت بردن از برهه از زندگی خودتون هستید. به این فکر نباشید که چطور میتونم این لذت رو افزایش بدم یا تغییر بدم یا کار دیگه بکنم، چون هر گونه کاری که شما و طلبی که شما از این بکنید امکان داره از جای دیگه به این حالت ضربه ای وارد بکنه و اون رو از حالت خودش در میاره. وقتی مثلا شما رفتین در یک جایی، مثلا فرض کنید یک غذایی خوردین در طبیعت، استراحت میکنید و به قولی حال خوشی رو دارید، به این فکر نکنید در اون لحظه که چیکار بکنم که یک مقدار بیشتر هم از این شرایط لذت ببرم. همون لذت رو ببرید و شکر خدا رو بگید، چون اون کاری که شما به دنبالش خواهید بود و اون لذت بیشتری که طلب خواهید کرد و به دنبالش خواهید بود باعث خواهد شد که این لذت رو هم از بین ببرید یا از حالت قرار خودش خارج بکنید. این در حقیقت حالت دنیاست و هر چیزی رو که به ما میده در قبالش چیزی رو از ما معمولا میگیره. کوزه بودش آب مینامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. یک فردی کوزه ای داشت، به دنبال آب بود، آب پیدا نمی کرد، همین که آب رو پیدا کرد کوزه از دستش افتاد و شکست. این واقعا اتفاقیه که برای تک تک ما احتمالاً افتاده، مشابه این اتفاقات بسیار و بسیار میفته. شاید این هم از اسرار و رازهای این خلقت باشه. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. شاه پزشکان و طبیبان رو جمع کرد و گفت که جان من و جان این کنیزک هر دو به دست شماست. ببخشید. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خستم، درمانم اوست. جان من که سهل هست، جان جانم اوست، جان جان. ببینید این واژه هایی که ما قبلا هم بهشون اشاره کردیم که هر چیزی یک بطنی داره و یک پشتبندی داره. نه تنها جانم بلکه جان جانم هم وابسته به اوست و من در عوض این کنیزک دردمند و خسته شدم و درمانم درمان این کنیزک هست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در رو مر جان مرا. هر کس بتونه این کنیزک رو که جان من هست درمان بکنه، هر چیزی که دارم رو نثار او خواهم کرد، از گنج و در و مروارید و مرجان. این پزشک ها اومدند و به قولی جمع شدند و جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. ما حاضریم که جانبازی بکنیم در راه تو و با همکاری هم، انباز یعنی شریک یعنی همکاری کردن، با همکاری هم خواهیم تونست که این درد این کنیزک رو درمان بکنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر الم را در کف ما مرهمی است. هر کدوم از ما یک مسیحی هست که خب داستان‌های حضرت مسیح مشهور هست که با دم مسیحای خودش بیماران رو از هر صنف و از هر بیماری میتونست درمان بکنه. اینها ادعا میکردن که ما هر کدوممون یک مسیحی هستیم و هر دردی رو ما در کف مرهمی داریم و میتونیم اعمال بکنیم و درمان بکنیم. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، بتر یعنی از خودخواهی، از غرور. اینها نگفتند که اگر خدا بخواهد این کار رو میتونیم بکنیم، اگر خدا بخواهد میتونیم که این به قولی کنیزک رو درمان بکنیم. پس خدا بنمودشان عجز بشر. اینکه به قولی در تمامی آیین‌های دینی و مذهبی این مسئله خواست خدا به نوعی همیشه تکرار میشه و گوشزد میشه، این ذکر و اون کلمه مخصوصی که همیشه در زبان مسلمانان هست به نام انشاءالله، اگر خدا بخواهد، یکی از رازهای ادیان هستش که پای خدا را همواره در داخل کارها و اون نیات و اون عزیمتهای خودشون باز بکنن و بگن که
این خواست ماست، ولی خواست خدا فراتر و بالاتر از این خواست قرار داره. خب در نهج البلاغه ما داریم که حضرت امیر میفرمایند که عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. اصلا یکی از راه‌های خداشناسی برای حضرت امیر، برای امیرالمومنین این بوده که میگه من خدای تعالی رو به این به چه شناختم؟ به فسخ العزائم، یعنی اون عزیمت‌هایی که مردم می‌کردند، تصمیم‌هایی که می‌گرفتند برای کارهاشون و عزم می‌کردند تا یک کاری رو سر و سامان بدن و انجام بدن و اون به ناگاه از جایی که تصورش رو نمی‌کردند فسخ می‌شد و اون عزیمت از بین می‌رفت و حل العقود و برعکسش عقده‌ها و گره‌هایی که هیچ کس فکرش نمی کرد که اینها قابل حل شدن و گشایش باشه و به ناگاه اینها در گذر زمان و اتفاقات مختلفی که می افتاد حل می شد و مشکل برطرف می شد. و نقض الهمم و همت‌هایی که انسان‌ها می کنن تا کاری رو به سرانجام برسونن ولی ناگهان همه این همت‌ها ناگهان نقض می شه و به قولی بلا موضوع میشه. این مسئله ای هستش که خب مولانا باز هم به این پرداخت میکنه و در اینجا هم اشاره ای به اون داره که گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا به نودشان عجز بشر. این واژه انشاءالله که همان گر خدا خواهد در میان عرب به استثناء معروف هست، یعنی ذکر استثناء هستش، یعنی اینکه ما این کار رو میخواهیم بکنیم اگر خدا بخواهد و اگر نخواهد این اتفاق نخواهد افتاد. اینجا مولانا در بیت بعدی میگه ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. منظور من از این ترک استثناء و ترک انشاءالله گفتن اون تاریکی دل و غروری هستش که این طبیبان در دل داشتن، نه اینکه فقط در زبان بیان بگن که انشاءالله و اگر خدا بخواهد. کما اینکه انسانهایی هستند، اولیایی هستند که شاید در زبانشان این انشاءالله جاری نشه ولی در تمام وجودشان انشاءالله جاری هست. در بیت بعدی به این پرداخت میکنه ای بسی ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. ای بسا اون افرادی که اون لفظ استثناء و لفظ انشاءالله رو به زبان نمیارند ولی جانشون با اون لفظ انشاءالله جفت هست، قرین هست، هر لحظه خواست خدا در دل ایشان تبلور و نمود داره، هر لحظه عنایات خداوندی در دلشون وجود داره، هر کاری رو که انجام میدن، هر لحظه ای رو که میگذرونند با یاد خدا و با خواست خدا میگذرونند. در حقیقت ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. القصه هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. اینها هر چقدر تلاش کردند، هر چقدر علاج و مداوا کردند، حاجت برآورده نشد و رنج کنیزک افزون و افزونتر شد. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. کنیزک نحیف و مانند موی وجودش لاغر و نحیف شده بود و از اون طرف چشم پادشاه از غصه و اشک بسیار جوی خون در اون جاری شده بود. از قضا سرکنگبین صفرا نمود. این داروهایی که این طبیبان اعمال می کردند و برای مداوا به قولی نسخه پیچی می کردند، مثلا سرکنگبین می دادند. سرکنگبین خب مخلوطی از سرکه و انگبین یا عسل هست که خواص دارویی خاصی رو داره، البته چیزهایی رو هم به این افزایش میدن میافزایند و درمانی برای کاهش صفرا و مزاج صفراوی هست. ولی طوری شده بود که وقتی این سرکنگبین رو به این بیمار میدادن، صفراش به جای اینکه کاهش پیدا بکنه افزایش پیدا میکرد.
روغن بادام خشکی میفزود. روغن بادام برای نرمی روده ها و اون به حالت به قولی خشکی رو کاهش دادن و برون روی راحت تر به قولی استفاده می شد، که اینها وقتی این رو استفاده می کردن برعکس جواب می داد و خشکی به قولی بیشتر می شد تا اینکه اون حالت نرمی رو ایجاد بکنه. این به قولی تو این ابیات و این بیت و بیت بعدی که میگه از حلیله قبض شد، اطلاق رفت. حلیله هم جز اون داروها و درمانهایی بود که برای راحت کردن برون روی استفاده میشد، ولی اون هم قبض ایجاد کرد و خشکی رو بیشتر کرد. آب آتش را مدد شد همچون نفت. مثل اینکه به جای اینکه آب رو وقتی روی آتش میریزی آتش رو خاموش بکنه، مثل نفت این رو شعله ورتر میکرد. یعنی در حقیقت هر کاری که اینها انجام میدادند برعکس نتیجه میداد و اون درمانها به جای اینکه اون خاصیت ذاتی خودشون رو ایجاد بکنند، خاصیت عکس رو در بیمار ایجاد میکردند. مولانا قبلا هم در اون ابیات مقدمه اشاره کردم خدمتتون که این علت و معلول فلسفی رو که در ذهن انسان ها وجود داره رو به نوعی یک عادت بشری و یک تصور نابجا میدونه و علت و معلول رو در حقیقت پرده و پوششی روی دست خداوند قلمداد میکنه که اون غفلت رو در انسان ها ایجاد بکنه تا انسان ها نتونن درک بکنن که در همه شؤون این دنیا دست خداوند هست که ساری و جاری هست. خب ببینید، شما دقت بکنید، وقتی ما در مورد این مسئله علت و معلول صحبت میکنیم و فکر میکنیم، به ناگاه یک پشتوانه ذهنی در اینجا وجود داره. یعنی ما از ابتدای زندگیمون و در نظر همه انسان ها اینطور دیدیم که وقتی آب رو در روی آتش میریزی این آتش رو خاموش خواهد کرد و بنا به این تفکرات ما اومدیم پشتوانه های علمی هم برای این ایجاد کردیم که بعد این سرمایی که در این وجود داره یا هاشتوهی که وجود داره جلوی ادامه به قولی فرایند اکسید شدن رو میگیره و هاکذا و هاکذا. یا مثلا وقتی یک سنگی رو از دستمون میندازیم چطور این سقوط میکنه و به سمت پایین میره، و برای این ما یک داستان و ادبیاتی ایجاد کردیم به نام ادبیات گرانش و جاذبه و تمامی شؤون دیگه. و اینکه مثلا ما یک چیزی رو میخوریم سیر میشیم، اگر نخوریم گرسنه میمونیم. همه اینها از دید مولانا یک فرایندی هستش که ما به ظاهر داریم عادت میکنیم. یعنی ما عادت کردیم به این روالهایی که طبیعت در خودش به ما نشون میده. اگر بخوایم این رو به صورت علمی واکاوی بکنیم، خب ما به قولی در این طبیعت عناصر و ترکیبهایی رو داریم که در علم شیمی و فیزیک اینها رو اومدیم بررسی کردیم و قوانینی رو به اینها نسبت دادیم، مثل همین مسئله سوختن، اکسید شدن و یا اتفاقات دیگه. اما وقتی در خود این بحث علمی هم ما دقیق تر میشیم و بیشتر جلو میریم، میبینیم که خب همه این عناصر از ارکان و اجزای مشابهی به نامهای مثلا پروتون، الکترون و اینها تشکیل شده و اینها رو برای اینکه ما توجیه بکنیم که چطور با هم دیگه ترکیب میشن و فرایندها رو ایجاد میکنن و اون علت و معلولی در طبیعت ایجاد میشه، میایم مثلا نسبت هایی میدیم مثل اوربیتال های الکترونی و مسائلی از این قبیل که چطور این ترکیب ها با هم دیگه ایجاد میشه. یا از دیدگاه فیزیکی مثلا میدان هایی که ما به اونها میدان های جاذبه، میدان های الکترومغناطیس و نیروهای مختلفی که در طبیعت شناسایی کردیم، اینها رو با این نام ها اومدیم توجیه کردیم و با این تئوری ها میاییم این علت و معلول ها رو در حقیقت توجیه میکنیم. اما اگه کمی هم بیشتر دقیق تر بشیم و از این هم بیشتر به قولی غور بکنیم، به اون فضای کوانتومی زیر اتم میرسیم که در اون فضای کوانتومی دقیقا اون حالت علت و معلولی از بین میره.
و اون فضای مبهم و غیر قابل پیش بینی به وجود میاد که دانشمندانی که در این عرصه فعالیت کردن به این اذعان دارن که این فضای زیر اتم یک فضایی هستش که دقیقا اون پیش بینی ها رو غیر ممکن میکنه و اتفاقاتی که در اون میفته بسیار عجیبتر و فراتر از اون درک ها و فهم هایی هستش که ما به واسطه اونها میومدیم توجیه میکردیم. این رو میخواستم بگم که یعنی این نگرش علت و معلولی به واقع هم همچین سندیت و استواری خیلی محکمی نداره و واقعا ما عادت کردیم به این قضیه علت و معلولی و چیزی فراتر از این قضیه در حقیقت وجود نداره. از فلاسفه گذشته، از فلاسفه معاصری که به این نکته اشاره کردن، جناب هیوم هستش که در فلسفه خودش به واقع میگه که این ما هیچ دلیلی برای اثبات این که هر علتی معلولی رو به دنبال خودش میکشه و هر معلولی به خاطر علتی اتفاق میفته رو به لحاظ فلسفی و عقلی نمیتونیم اثبات بکنیم. اینها در حقیقت تصورات و عادات ما هستند و همونطوری که اتفاق افتادن ما فکر میکنیم که همیشه و همواره اینها اتفاق خواهند افتاد. اما جالب این هستش که مولانا چند صد سال و چند قرن پیش از هیوم دقیقا این حرفها رو به ما میگه و به ما گوشزد میکنه که هر اتفاقی که در طبیعت داره میفته ما فکر میکنیم که اینها به خاطر علل خاصی دارن اتفاق میفتن، در حالی که اینها روکشی هستن و دست بر دستان خداوند تا ما واقعیت امر رو نتونیم تشخیص بدیم و هر لحظه خداوند هستش که میخواهد تا اون اتفاقات بیفته. هر باری که آب بر روی آتشی ریخته میشه خداوند در اون زمان میخواهد که اون آتش خاموش بشود و به خاطر اون هستش که اون آتش خاموش میشود. یعنی اگر در همین حال کنونی در تمام این کره زمین در میلیون ها جای مختلف احتمالاً بر روی آتش ها آب ریخته میشه و همه اونها خاموش میشه، در همه اونها اذن و خواست و اراده خداوند هستش که اون آتش ها رو خاموش میکنه و اگر زمانی خداوند نخواهد که این اتفاق بیفته خاموش نخواهد کرد، همون گونه که وقتی حضرت ابراهیم رو در درون آتش انداختن آتش اون رو نسوزاند. پس در حقیقت هر کاری و هر اتفاقی که در جهان میفته هر لحظه به خواست خداوند و به اراده و مشیت خداوندی اتفاق میفته. از قضا سرکنگبین حتی در جای مولانا میگه که اصلا این ادبیاتی رو که من دارم استفاده میکنم در نقض داستان علت و معلولی، این ادبیات رو به نوعی از قرآن وام گرفتم و قرآن سرتاسر خودش نشان دهنده همین نقض علت و معلول و نقض اسباب هست. همچنین ز آغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. و واقعا همین جور هست. داستان های قرآنی رو ما وقتی میبینیم، میبینیم حضرت عیسی با دم مسیح های خودش اون مریضی رو که به علت بیماری در شرف مرگ هست از مرگ نجات میده. میبینیم حضرت موسی به دریایی میرسه و با یک عصا این دریا رو شکافته میکنه. خب کدوم یک از اینها علت و معلول عادی هست و ما میتونیم اینها رو در جریان زندگی عمومی خودمون ببینیم؟ یا مثلا داستان اون ابرهه که اون پرندگان کوچک با سنگهای کوچکشون یک لشکر بزرگ از فیلها رو شکست دادن، یا داستان حضرت ابراهیم، یا داستانهای دیگه. در حقیقت خود قرآن داره به ما جای جای داستانهای خودش گوشزد میکنه که به این روال عادی که در طبیعت عادت کردید به این غره نشید، به این عادت نکنید و بدانید که هر کدوم از این عادت ها هم به خاطر خواست خدا هست و اگر خواست خدا شامل نشه اون اتفاق نمیفته. از حلیله قبض شد، از قضا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی میفزود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت.
در جاهای دیگه ای هم در حقیقت مولانا به این مسئله اشاره میکنه، از مسبب میرسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسائط ای پدر، جز خیالی منعقد بر شاه را، تا بماند دور قفلت چندگاه. این سبب و مسبب ها به خاطر این هستش که ما فکر کنیم که این دنیا با همین علت و معلول ها و سبب و مسبب ها داره میچرخه و به این خاطر این غفلت و حجابی که بر روی خداوند وجود داره حفظ بشه و باقی بمونه. در حقیقت از سبب، در جای دیگه میگه از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفسطاییم. و همچنین در مورد خود مسئله خیال هم که در ادامه به اون پرداخت خواهیم کرد، در مورد اون هم میگه دور باشه غیرتت آمد خیال، گرد بر گرد سراپرده جمال. حتی خیال هم یکی از حجابهایی هستش که انسان رو در غفلت نگه داره و باعث بشه که انسان نتونه اون دست خداوند رو در تمام شؤون طبیعت ببینه. خب ظاهر شدن عجز حکیمان از منالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خداوند و خواب دیدن شاه ولی را. این پادشاه منصرف میشه و به قولی ناامید میشه از درمان این طبیبان و به سوی خداوند برمیگرده و با عجز و زاری به درگاه خداوند به قولی ناله میکنه. شاه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. وقتی این عجز رو در حکیمان دید و دید که نمیتونن کاری رو پیش ببرند، پا برهنه به سوی مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. رفت و در اونجا شروع به ناله و زاری کرد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بکشود در مدح و ثنا. این از اسرار گریه هست. وقتی انسان از عمق وجود خودش اشک می‌ریزه و ناراحتی و غم و غصه تمام وجود انسان رو در بر می‌گیره، لحظاتی بعد از این حالت اتفاق می‌افته که انسان از خود بی خود میشه و از غرقاب فنا سر بیرون میاره. همون حجاب‌های درونی و نفسانی که در انسان وجود داره برای لحظاتی و برای به قولی مدتی رنگ می‌بازه و انسان به مرحله فنا و به مرحله نیستی در برابر خداوند میرسه. همون مرحله هستش که بی حجاب و بدون واسطه میتونه با پروردگار خودش ارتباط برقرار بکنه و از اون به قولی درخواست داشته باشه. این بود که وقتی این فرد، این پادشاه با عشق از سجده به قولی سر برآورد، اون حالت فنا رو در خودش احساس کرد و شروع کرد به مدح و ثنای خداوند. کی کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. کم در این بخشش تو این ملک جهان هستش که به من دادی، من چه میتونم به تو بگم که تو از همه نهانی های من، تمام مسائلی که در درون من وجود داره آگاه هستی. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. ای کسی که همیشه حاجات ما را پناه بودی، باز هم ما راه رو اشتباه رفتیم. به جای اینکه به درگاه تو بیاییم، به جای اینکه استغاثه کنیم و تو رو بخوانیم، رفتیم سراغ حکیمان و ماسو الله، غیر خدا رو خواستیم و از غیر خدا طلب به قولی حاجات خودمون رو کردیم. بار دیگر ما غلط کردیم را. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پنهان کنش بر ظاهرت. اما ای خدا، تو خودت در قرآن و در جاهای مختلف، در کتابهای مختلف گفتی که هرچند من میدانم که در درون سر شما چه اتفاقی میفتد، اما دوست دارم که آن را بر زبان بیاورید، اما دوست دارم که دعا کنید، ادعونی استجب لکم، از من بخواهید تا من استجابت کنم. با اینکه خداوند به تمام اسرار آگاه است
ولی همواره به ما سفارش کردی که این حاجات خود را به زبان بیاورید و با زاری از خداوند حاجات خود را طلب بکنید. این هستش که زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. من هم میخواهم این طلب و این خواستم رو در ظاهرم پیدا بکنم. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. وقتی این حالت ناله و زاری از درون جان این شعله کشید، اون وقت بود که بحر بخشایش خداوند به جوش آمد. مولانا به این نکته در جای دیگه‌ای هم اشاره خیلی خاصی کرده، در یکی از داستان‌ها که مربوط به شیخ احمد خضروی هست و داستان شیخی هستش که به خاطر اون خانقاهی که داشته و اون دراویشی که در دور اون بودن از مردم قرض می‌کرده و وام می‌گرفته و به اونها می‌داده و مصارف و به قولی نیازهای اون خانقاه و اون دراویش رو برآورده می‌کرده، به نوعی در حقیقت از ثروتمندان و به قولی قدرتمندان پولها رو می‌گرفته و به فقیران اعطا می‌کرده. خبر می‌رسه که موقع مرگ این پیر فرا رسیده و به نوعی لحظات آخر عمرش هست. تمام این کسانی که بهش قرض داده بودن جمع میشن دور اون خانقاه این پیر و دور ایشون رو میگیرن و با ترش رویی طلب میکنن که خب این پولی رو که از ما گرفتی اینها رو برگردون، تو خودت در حال مرگ هستی، در حال رحلت هستی و این همه وام ها و قرض هایی که داری مونده و هیچ تکلیفی رو بر ما عرضه نکردی. اینها جمع شدند و حساب کردند و دیدن که بله، مثلا 400 سکه طلا مجموع این طلب ها میشه و گفتن به شیخ که خب چه کار میخوایی بکنی؟ و این شیخ همینجور ساکت لبخندی به اینها میزد و در اون بستر بیماری که بود سرش رو برگردون بخوابید. اینها بیشتر و بیشتر ناراحت شدن که این چقدر مثلا بی‌اعتنا هست، چرا اینطوری میکنه، مثلا هیچ اعتنایی نداره که به ما مغروز هستش. تا اینکه صدای یک کودک حلوافروشی از بیرون اون خانقاه میاد و این شیخ برمیگرده به یکی از اون ملازمان و اون کسانی که در خدمتش بودن، میگه که برو این حلواها رو از اون کودک بخر، به اون بگو بیاد اینجا تا اینها این حلوا رو بخورن، بلکه این ترش روییشون و این اخم و تخمی که کردن، تلخ کامی که میکنن، یکم به شیرینی تبدیل بشه. این فرد میره اون کودک رو میاره و طبقی از حلوا که این کودک داشت این رو توزیع میکنه، همه حلواها رو اینها میخورن. بعد که اینا رو خوردن، کودک برمیاده میگه که خب الان پول من رو بدین که من برم. و شیخ میگه که ما هیچ پولی نداریم، این همه طلبکار هم اینجا نشستن و دنبال پولشون هستند، اینجا ما هیچ پولی نداریم. این کودک به نهایت غصه و زاری میگه این چه کاری بود تو کردی؟ تو من رو بدبخت کردی، استاد من رو به قولی سرزنش ها و تنبیه ها خواهد کرد و شروع میکنه به گریه کردن، شروع میکنه از عمق وجود گریه میکنه و از طرفی هم پیر میگه که هیچ حرفی نمیزنه که مثلا گریه این ساکت بشه. حتی وقتی اونها عزم میکنن که یک پولی جمع بکنن و پول این رو بدن، میگه خب مثلا چقدر باید به تو بدیم؟ میگن که نیم سکه طلا هم به قولی طلب من میشه. اینا میخوان که مثلا یه پولی از هر کدوم مثلا جمع بکنن، چند دیناری جمع بکنن، این پول رو بدن. این همت شیخ هم باعث میشه که این پول هم جمع نشه و در حقیقت اون غصه و آهی که از نهاد کودک داره برمیاد، اون دوچار مشکل نشه و کودک از عمق جان ناله و زاری بکنه. هم شدی توزیع کودک دانگ چند، همت شیخان سخا را بند کرد. میخواستن یک پولی جمع کنن، چند دنگی بدن و این پولی رو بدن، ولی همت شیخ اون سخا و سخاوتمندی که برای اون میخواستن ایجاد بکنن اون رو هم بند کرد. تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز، قوت پیران از این بیش است نیز. این پیر اونجا اون حالتی رو به وجود آورد که این
گریه بکنه و عشق بریزه. در اونجا هستش که میگه تا نگریت ابر کی خندد چمن، تا نگریت طفل کی نوشد لبن. و در ادامه میگه تا نگریت کودک حلوا فروش، بحر بخشایش بحر رحمت در نمی آید به جوش. تا یک گریه ای از اونجا، نهیبی از اونجا برنخیزه، بحر بخشایش خداوند به جوشش نمیاد. ای برادر، طفل طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. میگه راز دریافت و گرفتن از خداوند اینه که چشم بگریه. تا چشم گریه نکنه، عشق از اون جاری نشه، این بحر رحمت الهی به جوشش نمیاد. چاره این هستش که انسان گریه بکنه، زاری بکنه در مقابل خداوند. و اینجا هم دقیقا همین مسئله رو دوباره ذکر میکنه که چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. حتی مولانا در جایی دیگه یک قدم هم فراتر برمیداره و میگه که اصلا این سختی هایی که در زندگی به ما میرسه، این درشتی هایی که ما میبینیم، بعضا انسان هایی به ما پشت میکنن، بعد بر ما بدخلقی میکنند، اینها هر کدوم یک حکمتی داره. نباید از اینها به قولی گفت که نه این چه اتفاقی بود که برای من افتاد، بلکه اینها حکمتشون این هستش که تو از دنیا امیدت رو بگیری و به سمت خدا برگردی. در یک جایی این رو به شعر میگه که این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. اگر خلق با تو جفا میکنند، اگر واقف باشی اصل قضیه رو بفهمی، میفهمی که این خودش یک گنج زر هست. خلق را با تو چنین بدخو کنند، تا تو را ناچار رو آنسو کنند. این بدخلقی ها، این سختی ها که در زندگی تو میبینی، به خاطر این هستش که امیدت رو از این ظواهر دنیا ببری و به اون اصل برگردی و به اون اصل دوباره روی برگردانی. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. این پادشاه قصه ما در میان این گریه و زاری ناگهان خوابش میگیره و در خواب میبینه که یک پیری به سمت اون داره میاد. گفت ای شه مژده، حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا زماست. یک به قول ولی الهی در خواب میاد میگه که حاجات تو روا شد و خداوند حاجاتت رو برآورده کرد. فردا یک غریبی از راه میاد و اون بدون که از طرف ما هست، چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین، یا در مزاجش قدرت حق را ببین. اون علاجی که اون میدونه سحر مطلقه، یعنی حتما به قولی برآورده میشه و اون رو درمان میکنه. و اون در مزاجات، خب در گذشته در طب به این مزاج ها خیلی معتقد بودن، مزاج صفراوی و دموی و اینها، و میگه که در این او در مزاجش قدرت مطلق حق رو داره. چون رسیدم وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد. اون وعدگاه رسید، صبح شد و آفتاب از شرق طلوع کرد. بود اندر منظر شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودند سر. شه نشسته بود و منتظر بود ببینه که این سری که در رویا بهش نشون داده بودن واقعا اتفاق میفته یا نه. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. یک فرد با فضل و مانند آفتاب در میان سایه‌ها، یک فردی که درخشان هست وجودش، از دور داره نزدیک میشه. میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. مولانا به این لفظ هلال هم خیلی جاها پرداخت میکنه.
هلال اول ماه به خصوص در اون ستادهای استهلال و اینها که میگن در ماه مبارک رمضان در ابتدای ماه و در انتهای ماه، که اینها تلاش میکنن تا به واقع بدونن که چه روزی ابتدای ماه یا انتهای ماه هست. خب این کار خیلی مشکل هست وقتی در این شرایط در اون تایم خاص به اون افق خیره میشی. بعضی وقتا احساس میکنه انسان که یه چیزی رو داره میبینه و یا نمیبینه، یعنی اون وجود هلال واقعا در حاله ای از ابهام میفته. مولانا معتقده که جان مردان الهی و وجود این مردان الهی هم چنان متروه میشه، جسد متروه به این میگن، یعنی جسدی که روحانی شده، جسمی که روحانی شده و طعنه میزنه به حالت بودن و نبودن، به حالتی از معنویت و مادیت. برعکس این رو هم میگن، یعنی روح متجسد، یعنی یه کسی که روحش به قدری نحیف شده که جسدش بر اون مستودی شده و چیزی به غیر از این جسد و به غیر از این جسم در وجود اون فرد دیده نمیشه. ولی مردان الهی جسد متروه هستند، یعنی جسدی که پر از روح هست و روح چنان در اون تلألو داره که جسد به زحمت در میان دیده میشه و این رو به اون هلال تشبیه میکنه. در جای دیگری هستش که در داستان حضرت مریم، که حضرت مریم نشسته و به قولی داره عبادت میکنه و اون روح القدس یا اون فرشته الهی در قالب یک بشری بر اون ظاهر میشه و خب مریم میترسه و میگه که اعوذ بک، یعنی من از تو پناه میبرم به خدا، و اون در جوابش میگه که نه، من از طرف همون خدایی دارم میام که تو به سمت اون داری برمیگردی و نترس و نگران نباش. اونجا میگه مریم آبنگر که نقش مشکلم، من یک نقش مشکلی هستم، چیزی از بین معنویت و مادیت هستم، هم هلالم هم خیالن در دلم، مانند یک هلالی هستم که معلوم نیست واقعا داره دیده میشه یا دیده نمیشه، یه چیزی مثل خیالی در دل هستم. این اصطلاح رو در اونجا هم استفاده میکنه. میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. یک چیزی بین بودن و نبودن بود، بر شکل خیال بود، خیالگونه بود اصلا این وجود مطهر. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. اصلا این خیال یک چیزی مانند یک چیز نیست وشی هست. قوه خیال یک حالتی رو به وجود میاره که اون چیزهایی رو که انسان در چشمش میبینه در همون حال نمیدونه، نمیتونه تشخیص بده که این واقعیت داره یا از عالم خیال اون سرچشمه گرفته. و تو جهانی بر خیالی بین روان، و بعضی ها هستن اصلا به عنوان یک بیماری هم شناخته میشه که افرادی که مثلا بهشون میگن اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، اینها در عالم خیالشون افرادی رو مداوم در کنار و دوربر خودشون میبینن و با اونها ارتباط میگیرن و با اونها حرف میزنن. خیال یک همچین چیزی هست. البته عرفا این خیال رو خیلی گسترش دادن و در مورد اون خیلی صحبت کردن. در ابتدا خب محی الدین ابن عربی در مورد خیال متصل و خیال منفصل صحبت میکنه که میگه یک خیال هایی هستش که متصل به ماست و چیزی جزو اوهام ذهنی ما هستن، اما چیزی ما داریم به نام خیال منفصل، در حقیقت وجودهایی در عالم بالا که تجلیشون در ذهن ما به مسابقه یک خیالی به نظر میرسه. مثلا چی؟ فرشته آیا صورت دارند؟ فرشته در دید ما صورتی نداره، اما شما میبینید که فرشته رو دارای بال ترسیم میکنن و چیزی شبیه یک پرنده رو شکل میدن. یا مثلا فرض کنید موجوداتی مثل اجنه و شیاطین که اینها شکل بیرونی ندارن، اینها جزء موجودات بدون شکل و بی صورت هستند. در اون مسائل فلسفه الهی اینها رو فارغ از صورت میدونن، ولی در عالم خیال اینها به شکلهایی برای فرد نمودار میشن. این میکانیزم چطور اتفاق میفته؟ ما میتونیم در مورد این ساعتها بعد هم صحبت بکنیم، اما به صورت خلاصه اینطوری میتونم خدمتتون عرض بکنم که ذهن ما یک ماشین مترجم هست. این ماشین مترجم دریافت هایی رو که از بیرون میگیره رو ترجمه میکنه و به
شکل یک مفهوم در ذهن ما ایجاد میکنه. حتی دریافت های مادی ما هم همشون در ذهن ما ترجمه میشن. یعنی وقتی ما در چشم فیزیکی خودمون یک چیزی رو نگاه میکنیم، یک درختی رو نگاه میکنیم، این درخت یک دیتاهایی رو به واسطه این اعصاب چشم ما به مغز ما میفرسته و مغز ما تحلیلی انجام میده و شکلی رو برای اون در ذهن تشکیل میده. ای بسا این دانشمندا به این میگن که این درختی که مثلا یک فرد مثلا من دارم میبینم شاید با درختی که فرد دیگه‌ای داره میبینه بسیار متفاوت باشه، چون این مترجم ذهن هست که کار نهایی رو داره انجام میده. بخشی از این داده ها به واسطه چشم و این احساسات دریافت میشه، ولی بخش اصلی که شکل دهی به این داده ها هست در ذهن انسان اتفاق میفته. این اتفاق برای داده های معنوی و غیر مادی هم دقیقا میفته. یعنی وقتی یک فرد یک شهودی رو انجام میده، احساس های اون به قولی حالا چه کانال های دریافتی و احساسی که داره، اینها داده هایی رو از عالم معنا دریافت میکنن، ولی این داده های خام باید در یک جای تحلیل بشه. کجا تحلیل میشه؟ میره در داخل ذهن. ذهن ابزاری برای تحلیل همچین داده هایی نداره، چون این داده ها داده های بسیار عجیبتر، بزرگتر و متفاوتتری از داده های زمینی هستند. مثل اینکه در علوم نوین مثلا میگن که یک اصطلاحی هست به نام بیگ دیتا، که مثلا میان دیتا هایی رو از فرض کنید فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، یک دیتا های عظیمی رو از همه افراد جمع میکنن و میان اینها رو تحلیل میکنن و از درون اینها یک واقعیت هایی رو بیرون میکشن، ولی این واقعیت ها بنا به اون تحلیلی هست که تحلیل کننده میخواد ایجاد میشه. هوش مصنوعی هم دقیقا همچین چیزی هست که میاد بنا به اون الگوریتم هایی که داره چیزهایی رو از درون این میکشه بیرون. حالا وقتی در عالم معنا ما دریافت هایی رو انجام میدیم، ذهن ما دقیقا همچین عملکردی داره، میاد چیزهایی رو از درون اونها میکشه بیرون و به اونها شکل میده. و وقتی ما دریافتی از عالم معنا، یعنی از عالم فرشتگان و از عالم بهشت و جهنم و چیزهای دیگه دریافت میکنیم، ذهن ما شروع میکنه به تحلیل کردن این مسئله و نتیجه تحلیل به صورت یک موجودی که بالدار هست یا شبیه مرغی هست یا شبیه پرندهی هست به عنوان فرشته به ما معرفی میشه. نتیجه داستان مثل یک شیطانی که چشمهای ترسناکی داره یا وجود ترسناکی داره برای ما به وجود میاد، یا بهشت و جهنم، هر کدوم به نحوی. ولی ما باید دقت داشته باشیم که این خیال منفصل نشئه ای از اون عالم معنا و ترجمه ای از داده های دریافتی از اون عالم هست و ما بیش از اون رو نمیتونیم تصور بکنیم، اما میتونیم دریافت بکنیم. این که در حقیقت افرادی مثل مولانا اعتقاد دارن که این خود این خیال پرده و حجاب هست، به خاطر این هستش که میگن اون دریافت های عظیمی که تو شما در اون عالم انجام میدید با این حجاب ذهن داره به یک چیز کوچکتر تبدیل میشه، به اون چیزی که شما میتونید درک بکنید تبدیل میشه. هنر این هستش که ما اون کل رو بتونیم درک بکنیم و برای اون شیوه هایی رو به ما میگن، اون درک های معنوی که فارغ از هر گونه خیال پردازی میتونه اتفاق بیفته، که این داستان یک داستان طولانی هست و در مورد این در آینده صحبت خواهیم کرد. پس ما گفتیم که یک خیال منفصلی داریم که از دریافت های معنوی خارج از وجود ما ایجاد میشه و یک خیال متصلی داریم که از اوهام و دریافت های درون ذهنی ما سرچشمه میگیره. در ادامه میگه بر خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان. و انسان اسیر این خیالات خودش هست، اسیر این خیالات و توهمات درونی خودش هست. بسیاری از جنگ ها و صلح ها از این خیالات درونی اتفاق میفته. انسان هایی که به واسطه اون خیالات درونی خودشون امکان داره همه هر کسی رو دشمن ببینه، انسانی که هر کسی رو در بیرون خودش غریبه و دشمن می انگارد،
این خیال هست و در واقع چیزی به غیر از اون به قولی تحلیل های درونی خود فرد نیست و واقعیت بیرونی بسیار عظیمتر و عجیبتر از اون چیزی است که در درون این فرد اتفاق میفته در حقیقت. یا وز خیالی فخرشان و ننگشان، به واسطه یک مقامی که یک فرد داره خیال میکنه که در اوج یک به قولی مسئله قرار گرفته و به اون فخر میفروشه و یا ننگ داره از اون قضیه. اینها تصرفات خیال هست در وجود انسان و اون خیالات دونی که از درون خودش در حقیقت سرچشمه میگیره، آن خیالاتی که اما اون خیال منفصل که شمه ای از حقایق بیرونی رو داره، آن خیالاتی که دام اولیاست، اون خیالات دام هست برای اولیا، عکس محرویان بستان خداست. محرویان معنویت و دریای رحمت الهی در اونجا هستند، عکسشون در اون خیالات منفصل اتفاق میفته و اتفاقا اون عکس محروها دامی برای اولیاست. چرا؟ مانند حجاب هست، اون رو از رفتن باز میدارن، اون رو به خیال و تصویری از اون واقعیت عظیم قانع میکنن و اون رو از ادامه مسیر منصرف میکنن. این خیال اون خیالی هستش که مولانا میگه دور باشه غیرتت آمد خیال. یعنی این نوع خیالهای معنوی هستند که واقعیت رو میپوشونند و دور باش میزنند بر دور شاه، که میدونید در زمانهای قدیم وقتی یک شاهی از یک جای عبور میکرد میومدن دور باش میزنند که مردم به کناری برند. میگه این دورباش همان خیالها هستند، خیالهایی که در ذهن اولیا ایجاد میشه و به اونها میگه دور باشید، شما هنوز به اون مرتبه نرسید که فارغ از خیال و فراتر از خیال بتونید حقیقت رو درک بکنید. آن خیالی که شهن در خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. آن خیالی که در اون رویا دیده بود در رخ مهمان اون رو درک کرد، همان حسی رو که از اون رویا گرفته بود همان حس رو در واقعیت از وجود این مرد الهی دریافت می کرد. شه به جای حاجبان فاپیش رفت، فاپیش یعنی جلوتر رفت، به جای اینکه این حاجبان درگاه اون کسایی که پرده دار بودن اونها برن و خوش آمدگویی بکنن، این خودش پادشاه دوید و به استقبال این میهمان اومد. پیش آن مهمان غیب خیش رفت، رفت پیش اون مهمان خودش. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. اینها هر دو غواص دریای الهی بودند، هر دو بحری بودند، اهل دریا بودند. هم آن پیر اهل دریا بود و هم این پادشاه یک به قولی شمه ای از این معنویت در وجود خودش داشت. آشنا آموخته بودند، شنا کردن در بحر معنویت رو بلد بودند، قبلا این رو دریافت کرده بودند، می دانستند که چطور در بحر معنا میشه شنا کرد، شناگری کرد. پس بنابراین هم جنس هم بودند، هر دو جان بی دوختن بر دوخته، بدون اینکه این جانها به هم دیگه دوخته بشن ولی به هم دیگه اتصال داشتن، اتصالی بی تکیف بی قیاس داشتن. این مسئله رو مولانا در جاهای دیگه هم اشاره میکنه، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. جانهای شیران خدا متحد هم هستند، در این حالی که هر کدوم یک وجود و خاصیتی برای خودشون دارد ولی در این حال در یک اتحادی نسبت به هم دیگه به قولی وجود دارن. در جای دیگری هم میگه یک تو میبینی و آن یک صد هزار تو، یکی از اولیاء الهی رو داری میبینی ولی هر صد هزارش در همون وجود نهفته است و به اون وجود متصل هستش. به هر حال این اومد به پیشواز این ولی الهی، ببخشید، هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. این پادشاه به اون ولی الهی گفت که معشوق من در واقع تو بودی ولی کار از کار خیزد در جهان. این کار دنیا هست که چیزی رو به تو نشون میده و
و به دنبال خودش میکشه و چیز دیگری رو ارائه میکنه. اصلا در خلقت این روال هست. مولانا در جای دیگه هم به این اشاره میکنه، آن یکی بهر نان شخصی سوی نانبا دوید، داد جان تا حسن نانبا را بدید. یک نفر به دنبال نان بود، به دنبال رزق و روزی خوردنی خودش بود، رفت و نانبا رو که دید اینقدر این نانوا زیبا بود که برای او جان داد. این همون مثالی هستش که در جاهای دیگه هم مشابهش رو میگه، و اینکه انسان به دنبال چیزی میره، مثلا همین عاشق کنیزک شده ولی قرار نیست، اصل قضیه این نیست که از درون اون عشق چیزی رو به دست بیاره، بلکه در این داستان عاشقی این قراره با یک فردی آشنا بشه که این رو از این رو به اون رو بکنه، با اون ولی الهی آشنا بشه. داستان اصلی این بوده. شما میبینید مثلا یک اتفاق عجیبی در زندگیتون میفته و میگید این چه اتفاقی بود، دنبالش میرید برای حلش فلان، بعد که این قضیه تموم میشه و میشینید از دور این رو نگاه میکنید و تحلیل میکنید که این چه بود، چرا این اتفاقات، این عجایب پشت سر هم اومد و در نوردید زندگی من رو، میبینید که شاید یک قسمتی بودی که یک فقیدی، یک بینوایی، یک تهیدستی از این داستان به نوایی برسه، یک کسی یک مسئله خاصی که در زندگی داشت اون مسئلهش مرتفع بشه و شما حتی فکرشو هم نمی کردید که در این اتفاقات پشت سری همی که داره براتون میفته هدف خداوند شاید اصلا یک چیز دیگه بوده. یا مثلا شما به دنبال یک چیزی در دنیا در جهان روان هستید، مثلا من اون در ابتدا گفتم جریان آشنایی من با جناب استاد حاجی گلان شخص بنده این بود که من به دنبال ورزش یوگا بودم و از قضا ایشون یک کلاس هایی رو گذاشته بودن و حرکت های یوگا رو آموزش میدادن و چه اتفاق عجیبی که من به دنبال این مسئله بودم ولی رفتم با استاد آشنا شدم و شاید مثلا یک تأثیر خیلی بزرگی در زندگی این گذاشت. این اتفاق برای خیلی ها احتمال داره بیفته. اینجا هستش که میگه گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی همچون عمر، ای برا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. که میگه که من رو مانند عمر خدمتکاری برای محمد مصطفی بدون و من در خدمت تو هستم و کمر بستم که در خدمت تو باشم. خب فکر میکنم که تا اینجا به قولی بتونیم جلسه امروز رو پایان بدیم و انشالله از جلسه به قولی بعدی ادامه داستان رو در خدمت شما عزیزان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.